دوستانی که علاقه من به یادگیری سیستم سوخرسانی انژکتور موتورسیکلت هستن، یک دوره آموزشی کامل انژکتور که شامل 230 دقیقه آموزش در قالب 11 قسمت هست تهیه شده. توی این دوره معرفی و ایبیابی تمامی سنسورها و عملگرهای سیستم سوخرسانی موتور به وسیله مولتیمت و دستگاه بیاد آموزش داده شده و اگر میخواید انژکتور موتورسیکلت رو به طور کامل یاد بگیرید، پیشنهاد میکنم حتما یک سر به وبسایت ananas1.com بزنید و میتونید اونجا دوره آموزشی رو تهیه و خریداری بکنید. و عزیزانی که این دوره رو خریداری میکنن، اگر در آینده ویدیویی به این مجموعه اضافه بشه، آپدیت اون برای خریداران به صورت رایگان و اتوماتیک ارسال میشه. میریم سراغ جمع کردن کمک. اولین کاری که باید انجام بدیم قرار دادن کاسه 90 روی پوسته هستش. پوسته رو به گیره بستم. شماره کاسه 90 این مدل 25-37-10 هستش. 25-37-10 کاسه 90 نو براش تهیه کردم. همینجوری که گفتم علت باز کردن این کمک روغن دادن بود. روغن میداد و حتما باید کاسه 90ش عوض بشه. کاسه 90ی که براش تهیه کردم مارک TTO هستش و معادل خودش. شما وقتی که میخواید کاسه 90 کمک رو عوض کنید، همیشه کاسه 90های قدیمی رو نگه دارید، چون مجبور هستید کاسه 90 رو ببرید و طبق همون برای کمک کاسه 90 تهیه بکنید. خب کاسه 90 نو رو جایگزین میکنم. دوستان روغنی که من داخل کمک میریزم روغن 10 هستش. بهترین روغن برای کمک روغن هیدرولیکه، یعنی خود کارخونه سازنده کمک‌های موتورسیکلت روغن پیشنهادیش روغن‌های هیدرولیک هست، ولی خب چون تجربه ثابت کرده که اگر از روغن‌های هیدرولیک استفاده بکنیم باعث روغن ریزی میشه، یعنی کمک سریع به روغن ریزی میفته و این به خاطر جنس، حالا نمیگم نامرغوب، جنس معمولی کاسه 90 هستش. پس بهترین روغن روغن هیدرولیکه. حالا اگه شما خواستید یه موقع کمکتون خیلی نرم بشه، خیلی هاتون توی کامنت ها گفتید که چیکار کنیم که کمک نرم بشه، شما باید از روغن هیدرولیک استفاده بکنید. اگر از روغن هیدرولیک استفاده کردید، این ریسک رو هم بپذیرید که ممکنه که کمک سریع به روغن ریزی بیفته. حالا راه حلی که به شما میدم اینه که شما بیاید فنر داخل کاسه 90 رو بیرون بیارید. یه فنر داره، این فنر داخل کاسه 90. خب این فنر رو شما بیاید یه مقدار کوتاهش بکنید، یعنی فنر رو تنگتر بکنید. اگر از این قیچی‌های ورق بر دارید فنر رو ببرید به اندازه 1 تا 1.5 میلیمتر. 1 تا 1.5 میلیمتر، 1.5 سانت نه، 1 تا 1.5 میلیمتر فنر رو کوتاه بکنید. دوباره به همدیگه بپیچیدش و داخل کاسه 90 جا بندازید. ممکنه که زمانی که شما فنر رو تنگ کردید جا زدنش یه مقدار سخت بشه براتون، این دردسرا رو هم داره، ولی خب من از روغن 10 استفاده میکنم و نیازی به تنگ تر کردن کاسه 90 نیستش. کاسه 90 نو رو جا میندازم. قبلش قسمت داخلی کاسه 90 رو یه مقدار روغن میزنم با روغن دون که موقعی که میل کمک رو جا میزنم میل کمک خود راحت تر جا بره، یعنی کاسه 90 یه مقدار نرم تر بشه. قبل از اینکه کاسه 90 رو جا بزنید پوسته رو کاملا شسته باشید، تمیز شده باشه، هیچ گونه ذرات اضافه و یا روغن قدیمی داخلش نباشه، از تمیز بودن پوسته مطمئن بشید. حالا کاسه 90 رو جا میزنم، نوشته های کاسه 90 هم به طرف بالا باشه. تا اونجایی که راه داره کاسه 90 رو با دست داخل پوسته هدایت بکنید. حالا میتونید از یک بوکسی استفاده کنید که قطرش با قطر خارجی کاسه 90 یکی باشه و
با ضربات چکش روی بوکس کاسه نمد رو جا بزنید، یا اینکه از کاسه نمد قدیمی استفاده کنید برای جا زدن کاسه نمد جدید. من از کاسه نمد قدیمی استفاده میکنم. اینقدر ضربه بزنید که کاسه نمد به جای خودش قشنگ بشینه و جای خار روی کاسه نمد پدیدار بشه، یعنی بتونید ببینیدش. حالا نوبت جا زدن خار روی کاسه نمد هست. خار رو یک طرفش رو جا بزنید. حالا طرف دیگه‌اش رو قبلا هم گفتم با یه پیشگوشتی نازک جمع بکنید به طرف داخل و دقت کنید که خار کاملا روی شیار خودش باشه، داخل شیار خودش باشه که موقع بیرون نپره. نوبت جا زدن میل کمک و سیلند ضربه‌گیره. قبل از اینکه این قطعات رو جا بزنیم داخل پوسته خودش، میل کمک گفتم که نباید خط و خش داشته باشه و کج هم نباشه. خط و خش مشخصه، شما قشنگ میتونید با چشم نگاه بکنید و ببینید خط و خش داره یا نداره. برای اینکه بفهمیم میل کمک کج هست، تاب داره یا تاب نداره، صاف هست، یه روش بهتون میگم. میل کمک رو روی سطح صاف غلط بدید. اگر خیلی راحت و روون حرکت کرد، غلط خورد، میل کمک تاب نداره، کج نیست. ولی اگه راحت حرکت نمی کرد و غلط نمی خورد، میل کمک کج شده و میل کمک رو باید بدید تراشکاری و تراشکار صافش بکنه. حالا نوبت قرار دادن سیلند ضربه‌گیر داخل لوله کمک یا میل کمک هست. قبل از اینکه سیلند ضربه‌گیر رو داخل لوله خودش لوله کمک جا بزنید، روی سیلند ضربه‌گیر چند تا سوراخ یا حفره هست. از باز بودن این کانال ها یا حفره ها مطمئن بشید. فنرش یادتون نره، فنر زیر سیلند ضربه‌گیر، و همینجور از وجود این واشر مخصوص روی سیلند ضربه‌گیر مطمئن بشید. یه واشر خاصی هم هستش، یه چاک داره و این واشر باید سالم باشه. خب سیلند ضربه‌گیر رو از بالا میندازم داخل لوله کمک. سیلند ضربه‌گیر از انتهای میل کمک بیرون میزنه. حالا از بالا داخل کاسه نمد ردش میکنم. و روی پوسته خودش قرار میدم. نوبت بستن این پیچ آلن شیشه که گفتم زیر پوسته کمک قرار میگیره یا انتهای سیلند ضربه‌گیر. این قسمتش رو چون واشر نداره، برای اینکه یه موقع روغن ریزی به وجود نیاد، یه مقدار خیلی کم چسب مزدا میزنم. یه مقدار خیلی کم. روی رزبه نزنید، فقط این انتهای پیچ. همجوری که قبلا گفتم از بالا با یه آچار آلن 10 سیلند ضربه‌گیر رو مهار میکنم و پیچ رو به انتهای پوسته کمک می‌بندم. حالا گردگیرش رو از داخل لوله کمک رد می‌کنم و از بالا جا می‌زنم. یه مقدار فشار که جا بره. این هم از جا زدن گردگیر. نوبت روغن ریختن داخل کمک هست. روغنی که باید داخل کمک ریخته بشه اندازه گیری بشه. این مدل بین 60 تا 70 سی سی روغن بیشتر نیاز نداره. به خاطر همین از این استفاده میکنم. نترسید، نمیخوام آمپولتون بزنم. البته قول نمیدم اگر ویدیو رو لایک نکنید و کانال رو مشترک نشید، ممکنه که یکی یه دونه از این آمپولا حسارتون بکنم. پس حواستون جمع کنید، بچهای خوبی باشید. خب برای این کار، برای ریختن روغن میام از این سرنگ 60 سی استفاده میکنم.
و از روغن 10 استفاده میکنم. خب بچه ها گیلاساتون رو آماده کنیم، میخوایم یه نوشیدنی خوب با هم دیگه بخوریم. زیاد خوشحال نشید، این روغن 10 که ریختم داخل این، یه مقدار داخل این هست، میریزم داخل سرنگ به اندازه 60 سی سی. 60 سی سی کافیه، 60 تا 70 سی سی. و لوله کمک رو به سمت پایین بدید و روغن رو بریزید داخلش. اگر خواستید به صورت تجربی روغن بریزید، لوله کمک وقتی پایین هستش به اندازه یک انگشت، انگشت دست خودتون، روغن از لوله کمک پایین تر باشه. اینم به صورت تجربی. اگر میزان روغن داخل کمک رو نمیدونستی چقدر هست، میتونی از این روش استفاده بکنی. حالا نوبت جا انداختن فنر هست. فنر بچه ها یه سمتش جمع‌تره، یه سمتش بازتره. من سمت جمع رو به سمت بالا میندازم. بین علما اختلاف هست در این مورد. خیلی ها میگن که سمت جمع فنر باید به طرف پایین باشه، خیلی ها میگن نه باید به طرف بالا باشه. من خودم شخصا به طرف بالا میندازم سمت جمع فنر رو. باز حالا ممکنه که خیلی ها ایراد بگیرن نه حتما سمت جمع باید به طرف پایین باشه، ولی سمت جمع رو من به طرف بالا میندازم. حالا دوستانی که به این مورد اعتقاد ندارن، به این روش اعتقاد ندارن، اون سبکی که خودشون دوست دارن و اون مدلی که خودشون فکر میکنن درسته و تجربه، همون سمت فنر رو جا بندازن. اگر یه طرف فنر برجسته بود، یعنی لوله فنر بالا بود و یه سمتش تخت بود، سمت تخت حتما باید به سمت بالا بیفته، یعنی سمت صاف حتما باید به سمت پیچ سرکمک یا مهره سرکمک بیفته. خب لوله کمک رو میدم بالا و فنر رو آروم آروم داخل لوله کمک میندازم به این صورت. حالا واسه یه هواگیری، قبلا هم گفتم مثل هوندا چندین بار لوله کمک رو بالا و پایین بکنید تا هوای داخل کمک بیرون بیاد. بعد که لوله کمک رو بالا دادید، یه چند دقیقه به حال خودش رها بکنید، همینجور باقی بمونه. پیچ سرکمک یا مهره سرکمک رو میبندم، لوله کمک رو نگه دارید. زمانی که دارید پیچ رو میبندید، لوله کمک به طرف پایین نره. قبلش هم گفتم اورینگ اگر لپریدی داشت یا خوش شده بود، اورینگ رو هم عوضش بکنید. اینم از جمع کردن کمک. یه نکته‌ای که فراموش کردم بگم، اندازه‌گیری طول آزاد فنر هست. طول آزاد فنر رو باید اندازه بگیرید. الان توی این مدل 30 سانتی نیم هستش. اگر از 30 سانتی نیم کمتر بود، یعنی فنر خسته است، فنر باید تعویض بشه. و اگر یه موقع خواستید فنر رو عوض نکنید یا فنر گیر نمیومد، میتونید به همون میزان که از طول آزاد فنر کم شده، یعنی فنر جمع‌تر شده، به همون میزان زخامت از واشر استفاده بکنید، از واشر تخت. البته من این روش رو زیاد توصیه نمی‌کنم و بهتره که اگر فنر اندازه خودش از دست داده بود، یعنی کوتاه‌تر شده بود و جمع‌تر شده بود، فنر عوض بشه. این الان فنر کمک بعدی هست که هنوز جمعش نکردم. و اینکه کمک در زمان قرار گرفتن بسته شدن اینجا قرار میگیره روی سرایی فرمون و توسط دو تا پیچ مهار میشه. خیلی موقع دیده شده که به خاطر اینکه موتورهای ویو
ترمز جلوشون دیسکی هست و خیلی از ترمز دیسکی استفاده میشه، این قسمت لول کمک شکسته شده، یعنی از این قسمت لول کمک شکسته شده. به خاطر این هستش که این مدل کمک ها از یک طرف فقط مهار میشن و این قسمت هستش، برخلاف موندا که از دو طرف مهار میشن، یکی از بالا پیچ میشه و یکی هم از پایین. و این مدل ها تجربه نشون داده که اگر نیروی پیچشی زیادی بهشون وارد بشه، از این قسمت لول کمکشون شکسته میشه. و اینکه اگر موتور تصادف داشت و زمین‌خوردگی شدید داشت، حتما لول کمک باید با سرایی فرمون باز بشه و بره تراشکاری و تابشون گرفته بشه. از علائم خرابی کمک میتونیم به این موارد اشاره بکنیم: فرمون زیر دست ممکنه سفت بشه، کمک میکوبه، خب کمک اگر روغن ریزی داشته باشه 100% باید باز بشه، موتور اصطلاحاً گیج فرمونش، موتور به یه طرف کشیده میشه، فرمون زیر دست گفتم سنگینه به یه طرف کشیده میشه، و زمانی که ترمز میگیریم موتور تعادل نداره، مخصوصا ترمز جلو رو وقتی میگیریم، ترمزهای دیسکی، موتور سریع به یه طرف جمع میشه و تعادل لازم رو نداره. اینا میتونه از خرابی کمک باشه. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم، امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. خب اگر از ویدیو خوشتون اومد، اینو حتما لایکش بکنید، یادتون نره که کانال رو مشترک بشید یا هم سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو بزنید تا من از اینکه ویدیو جدید ساختم نوتیفیکیشن دریافت بکنید و بتونید داخل کانال بیاید و ویدیو رو ببینید. تا این ویدیوی جدیدی، همه شما خوبان رو به خدا می‌سپارم. هر کجا هستید سالم و تندرست باشید، خیلی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.